عادت‌ها از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم می‌زد، جلوی یک نهال کوچک ایستاد. معلم نهال کوچکی را که تازه از زمین رویده بود نشان داد و به شاگردانش گفت آن نهال را از زمین بیرون بکش. پسرک جوان آن را با انگشتانش راحت بیرون کشید. بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش آن نهال را هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکی است و با سرش به درخچه کاملاً رشد یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن استفاده از سنگ و چوب برای اهرم کردن زیر ریشه های آن درخچه بالاخره موفق شد آن را بیرون بکشد. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی را از زمین بیرون بکشی. پسرک جوان نگاه معلمش را دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی میتوانست نوکش را ببیند. از آنجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهال‌های به مراتب کوچکتر قبلی را درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد متاسفم، از پس این یکی دیگر بر نمی آیم. معلم گفت پسرم، تو همین الان قدرتی را که عادتها روی زندگیت خواهند داشت نشان دادی. هرچه این عادتها قدیمی تر باشند بزرگتر می شوند. ریشه هایشان عمیق‌تر می شوند و سخت‌تر از ریشه بیرون می آیند. بعضی از آنها خیلی بزرگ می شوند و ریشه های خیلی عمیقی پیدا می کنند، طوری که حتی جرأت نمی کنی برای از بین بردنشان تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم. دیکشنری واژه عادت را اینگونه تعریف کرده است: یک رفتار اکتسابی که تقریبا یا کاملا غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود دارد درباره مردی که به سرعت و چارنل با اسبش میتاخت. این طور به نظر می رسید که جای بسیار مهم می رفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا می روی؟ مرد اسب سوار جواب داد نمی دانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردم است. آنها سوار بر اسب عادتها می تازند بدون اینکه بدانند کجا می روند. وقت آن رسیده است که کنترل افسار را به دست بگیریم و زندگیتان را در مسیر رسیدن به جایی قرار دهید که واقعا می خواهید آنجا بروید. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی می کنید و اجازه می دهید که عادتهایتان شما را اداره کنند، می خواهم که دلیلش را بدانید و خودتان را از این دامها رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشان دادند که 95% از همه چیزهایی که احساس می‌کنیم، فکر می‌کنیم، انجام می‌دهیم و به آنها دست پیدا می‌کنیم در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شدیم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادت‌ها را در طول زمان پرورش می‌دهیم. در دوران کودکی مجموعه ای از پاسخهای شرطی را یاد می گیریم که ما را به عکس العمل غیر ارادی بدون فکر کردن در خیلی از موقعیتها سوق می دهند. در زندگی روزمره ما، زندگی کردن به طور خودکار و غیر ارادی خوبی های خاص خودش را دارد. اگر مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گام‌های هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رساندن بچه‌ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتان از کار می‌افتد. شما احتمالاً دندان‌هایتان را روزی دو بار و به صورت خودکار مسواک می‌زنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش می‌دهید.
شما بلافاصله لحظه ای که پشتتان صندلی را لمس می کند کمربند ایمنیتان را می بندید. هیچ فکر بعدی وجود ندارد. عادتها و رویه های ما اجازه می دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام کارهای روزمره ما استفاده کنیم. آنها کمک می کنند عاقل باشیم و ما را قادر می سازند که خیلی از موقعیت ها را از لازم منطقی و عقلایی خوب اداره کنیم. و از آنجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می توانیم انرژی ذهنی من را روی افکار و مطالب خلاقانه تر و غنی تر متمرکز کنیم. عادت ها می توانند مفید باشند، البته تا وقتی که عادتهای خوبی باشن. به همین سادگی. اگر تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دهید، عادتهای سالمی ساخته اید. اگر وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطر است که منظم ورزش می‌کنید. اگر در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادت‌های آماده کردن ذهن و صحبت‌های درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتن‌ها خوشبین باقی بمانید. من تعداد زیادی از معروف‌ترین آدم‌های موفق و بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور را دیدم و با آنها صحبت و مصاحبه کردم. می توانم به شما بگویم که همه آنها از یک خصیصه مشترک برخوردارند. همه آنها عادتهای خوبی دارند. البته معنیش این نیست که عادتهای بدی نداشته باشند. عادتهای بد دارند ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه های روزانه ساخته شده بر اساس عادتهای خوب همان تفاوتی است که موفق ترین ها را از دیگران جدا می کند. این منطقی نیست آیا؟ طبق صحبت‌های قبلی ما، می‌دانید که آدم‌های موفق لزوماً باهوش‌تر یا با استعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاه‌تر، باهوش‌تر، لایق‌تر، آماده‌تر و با مهارت‌های بهتر شوند. در کودکی، پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می‌کرد تا به من در مورد عادت‌ها آموزش دهد. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی فوق‌العاده‌اش نبود. هیچ کسی لری را در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی‌کرد. با این حال با وجود استعداد ورزشی محدودش باعث شد تا تیمش 3 بار قهرمان جهان شود و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست‌های تمام دوران را بگیرد. چگونه توانست؟ این افتخارها به خاطر عادتهای لری اتفاق افتادند. تعداد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کند. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش را به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها را در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری برد، شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی است که در آنها استعداد ندارید. آن هم با نظم و سخت کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادتهای قهرمانان است. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب باشد چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود. یعنی ما خیلی از عادتهای من را ناخودآگاه کسب می کنیم. با الگوگیری از والدین من، پاسخدهی به پیوندهای محیطی و فرهنگی یا خلق مکانیزم الگو برداری. ولی ما می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر آنها بگیریم.
از آنجایی که هر عادتی را که دارید یاد گرفته اید، می توانید آنهایی را که به سودتان نیست از یاد ببرید. آیا آماده اید؟ برای فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. می دانیم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. می دانیم 3 ساعت تماشای برنامه های شبانه تلویزیونی مثل برنامه رقصیدن با ستاره ها و سریال پلیسی باعث می شود که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. می دانیم که صرفاً خریدن بهترین کفش های پیاده روی ما را برای 2 ماراتن آماده نمی کند. ما موجودات منطقی هستیم. حداقل این چیزی است که به خودمان میگوییم. پس چرا به طرز غیر منطقی اسیر خیلی از عادتهای بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی میتواند ما را به انفعالی ترین و بیفکرترین موجود جهان تبدیل کند. اگر یک گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلافاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه‌تان را بگیرد و روی زمین بیفتید، امکان ندارد که برای گاز دوم اقدام کنید. اگر پک بعدیتان از سیگار باعث شود که صورتتان مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله شود، احتمالاً دیگر پک بعدی را به سیگار نمی‌زنید. اگر موفق نشوید 10 تماس امروز را بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکست شوید، دیگر برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعا غیر عاقلانه خواهد بود. و اگر اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 50 پوند به وزن شما اضافه کند، گفتن جمله نمتشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد. مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادتهای بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریان است بسیار مهمتر به نظر می رسد. در واقع انگار افراد در عادتهای بد هیچ اثر منفی در همین لحظه ندارد. شما دچار حمله قلبی نمی شوید. پوستتان چروکیده نمی شود. در خطر اخراج قرار نمی گیرید و اندامتان چاق نمی شود. ولی معنیش این نیست که اثر مرکب را فعال نکردید. وقت آن است که بیدار شوید و درک کنید عادتهایی که در آنها افراط می کنید می توانند زندگیتان را به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کنند. ناچیزترین اصلاحات در رویه‌های روزمره‌تان می‌توانند نتایج را به شکل چشمگیری در زندگی‌تان عوض کنند. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگی‌تان صحبت نمی‌کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی‌ارزش و بی‌اهمیت می‌توانند در هر چیزی تغییرات اساسی به وجود آورند. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک می توانیم مثال بزنیم این است که هواپیمایی را تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند می شود، تقریبا 1 خطای نامشهود است. ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی خواهد رسید. این در مورد عادتهای شما هم اتفاق می افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی رسد، سرانجام ممکن است شما را مایلها از مسیرتان به سوی هدفها و آن زندگی که آرزوش را دارید دور کند. بیشتر مردم زندگیشان را می‌گذرانند بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذارند روی کشف آنچه که می‌خواهند و آنچه لازم است که می‌خواهند آن را انجام دهند تا خودشان را به آنجا برسانند. می‌خواهم به شما نشان دهم چگونه اشتیاقتان را شعله‌ور کنید و کمکتان کنم تا قدرت خلاقانه غیرقابل توقفتان را در مسیر آرزوها و رویاهای قلبیتان به کار گیرید. ریشه کن کردن عادتها و همچنین عادتهای بدی که مثل درخت بلوط تنومندی رشد کردن دشوار و پردردسر خواهد بود. این را می دانم.
برای انجام این کار یک چیز بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده ها نیاز خواهد بود. نیروی اراده به تنهایی نمیتواند آن را ریشه‌کن کند. جادویتان را پیدا کنید. نیروی چرایتان را. تصور این که برای تغییر عادتهایتان فقط به اراده احتیاج دارید مثل این است که برای دور نگه داشتن یک خرس خاکستری گرسنه از زنبیل پیکنیکتان یک دستمال سفره روی آن بگذارید. برای جنگیدن با خرس عادتهای بدتان وسیله قدرتمندتری میخواهید. وقتی در سخت کوشی برای رسیدن به هدفهایتان به مشکل میخورید معمولا باور میکنید که اراده لازم را ندارید. من با این موضوع مخالفم. اینکه انتخاب کنیم موفق باشیم کافی نیست. چه چیزی شما را در انتخاب‌های مثبت جدیدی که لازم است داشته باشید پایدار و استوارتر می‌کند؟ چه چیزی شما را از عقب نشینی کردن به عادت‌های بد و بدون فکرتان متوقف خواهد کرد؟ چه چیزی این دفعه را از همه دفعه‌های قبلی که تلاش کردید و شکست خوردید متفاوت خواهد کرد؟ به محض اینکه ذره احساس ناراحتی کردید وسوسه می شوید که به رویه قدیمی و راحتتان برگردید. شما قبلا نیروی اراده را امتحان کردید و شکست خوردید. شما اراده تان را به کار گرفتید و آن عادت را برای مدتی رها کردید. دفعه قبل فکر می کردید کل اضافه وزنتان را از بین خواهید برد. تصور می کردید که پارسال از پس همه آن تماس های فروش برخواهید آمد. لطفاً تمام کنید این دیوانگی را و کاری متفاوت انجام دهید. در این صورت است که شما می توانید نتایج متفاوت و بهتری به دست آورید. نیروی اراده را فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چرایتان است. انتخاب های شما فقط زمانی معنا پیدا می کند که آنها را به آرزوها و رویاهایتان ربط دهید. عاقلانه ترین و برانگیزاننده ترین انتخاب ها آنهایی هستند که منطبق بر اهداف خود درونی و ارزش های والایتان باشند. شما باید چیزی را بخواهید که بدانید چرا آن را می خواهید. اگر نه خیلی زود تسلیم می شوید. چرای شما چیست؟ اگر می خواهید پیشرفت قابل توجهی در زندگیتان به وجود آورید باید یک دلیل داشته باشید و برای اینکه خودتان را مجبور کنید که بخواهید تغییرات ضروری به وجود آورید چرای شما باید چیزی باشد که شما را به صورتی خارق‌العاده به هیجان آورد و برانگیزاند. باید برای سالهای متمادی بخواهید که بلند شوید و تلاش کنید و تلاش کنید و تلاش کنید. بنابراین چه چیزی است که بیشتر از همه شما را به حرکت در می آورد؟ شناسایی چرایتان بسیار مهم و حیاتی است. این چیزی است که شما را به هیجان می آورد و همانی است که مشتعل کننده اشتیاق سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتان است. این موضوع خیلی مهم است و من آن را هسته اصلی اولین کتابم قرار دادم. کتاب بهترین سال عمرتان را رقم بزنید فرمولی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ. در آن من به شما گفتم که شما برای چرایتان باید بجنگید و شما باید چرایتان را بدانید تا برای آن تلاش کنید و به خاطر آن به موفقیت برسید. چرا انجام هر کاری ممکن است؟ نیروی چرای شما همان چیزی است که باعث می شود بتوانید به کارهای خسته کننده پیش پا افتاده و پرزحمت بچسبید. همه چگونه ها بی معنی خواهد بود اگر چرای شما به اندازه کافی قدرتمند باشد. تا وقتی آرزوها و انگیزه هایتان را درست انتخاب نکنید هر راه جدید را که برای بهتر کردن زندگیتان جستجو می کنید رها خواهید کرد. اگر نیروی چرایتان یا همان آرزوهایتان به اندازه کافی قدرتمند نباشد و ثبات تعهدتان به اندازه کافی قوی نباشد شما هم مثل همان آدمهایی می شوید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام کار خاصی می کنند ولی خیلی زود تسلیم می شوند و برمیگردند به بیخیالی و بیتوجهی در انتخابهای بعد. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال برایتان روشن‌تر کنم.
اگر تختهی به عرض 25 سانتیمتر و طول 3 متر را روی زمین میگذاشتیم و میگفتیم اگر از روی این تخته عبور کنید 20 دلار به شما میدهم، آیا این کار را میکردید؟ یک کار ساده است و پولی بی درد سر. چه میشود اگر همان تخته را برداریم و با آن پلی بین دو ساختمان 100 طبقه بسازیم؟ دیگر 20 دلار برای عبور از روی تخته سمتری کافی نیست و حتی این کار ممکن هم به نظر نمی رسد. درست است؟ احتمالاً به من نگاه می کردید و می گفتید نه نه به هیچ وجه. آیا نیروی چرایتان واقعاً آنقدر قوی هست؟ حال به این سوال پاسخ دهید. با این حال اگر فرزندتان در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سوالی این کار را می کردید، چه 20 دلار در میان باشد چه نباشد. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته است بگذرید؟ ولی گفتید امکان ندارد. ولی بار دوم برای انجامش تردید نکردید. مگر ریسک ها و خطرها همان نیستند؟ پس چه تغییری کرد؟ چرای شما؟ دلیل شما برای خواستن انجام آن کار است. فهمیدید؟ وقتی دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد، تقریبا هر کاری حاضرید انجام دهید. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی خلاقیت و نیروی محرکه درونیتان را درست فعال کنید، باید فراتر از انگیزه و اهداف مادی و پولی را ببینید. البته معنیش این نیست که آن محرک ها بد هستند، نه، در حقیقت آنها محرک های فوق العاده ای هستند. من متخصص اشیای زیبایی هستم، اما چیزهای مادی نمیتوانند واقعا قلب، روح و جرأتتان را برای مبارزه به کار بگیرند. آن اشتیاق باید از جایی عمیق‌تر بیاید. حتی اگر به اهداف مادیتان برسید، به ارزش‌های واقعی یعنی خوشبختی و کامروایی دست پیدا نمی‌کنید. در مصاحبه‌ام با کارشناس درجه یک موفقیت آنتونی رابینز مجله موفقیت ژانویه 2009 او گفت من بزرگان کسب و کار را دیدم که با وجود اینکه به اهداف نهاییشان دست پیدا کردند، ولی هنوز هم در ناامیدی و ترس زندگی می‌کنند. چه چیزی از شاد بودن این آدم‌های موفق جلوگیری می‌کند؟ جواب این است که آنها فقط روی رسیدن به اهدافشان تمرکز کردند، نه روی کام روایی. کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی‌کند که به مسرت شادی، عشق و احساس معنا برسید. این دو مجموعه مهارت همدیگر را تغذیه می‌کنند و باعث می‌شوند باور کنم موفقیت بدون کام روایی شکست است. خیلی خوب این موضوع را گفته است. به همین خاطر فقط کافی نیست تا انتخاب کنید که موفق باشید. باید عمیق‌تر از آن کاوش کنید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید و قدرت‌های نهفته‌تان را فعال کنید. همان نیروی چرایتان را. انگیزه اصلی. نقطه دسترسی به نیروی چرایتان از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست، که هم تعریف میکند چه کسی هستید و همین که چه میخواهید. ارزش‌های اصلی شما مثل قطب نمای درونی، برج مراقبت و جی پی اس شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل میکنند که از طریق آنها تمامی نیازها، خواسته ها و وسوسه های زندگیتان را اداره میکنید و مطمئن میشوید که شما را به مقصد مورد نظرتان راهنمایی میکنید. تعیین و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهمترین قدم‌ها در هدایت زندگیتان به والاترین چشم‌اندازهایتان است. اگر قبل از این ارزش‌هایتان را به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکن است خودتان را در حال انتخاب‌هایی ببینید که با آنچه می‌خواهید در تضاد دارد. اگر صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی باشد ولی با آدم‌های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاد است.
وقتی کارتان در تضاد برای ارزش‌هایتان هست، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی می‌شوید. در حقیقت روانشناسان میگویند هیچ چیزی بیشتر از اینکه اعمال و رفتارمان با ارزش‌هایمان همخوانی نداشته باشد، استرس ایجاد نمی‌کند. در ضمن تعیین ارزش‌های اصلی کمک می‌کند زندگیتان را ساده‌تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتان کاملاً خبر دارید، تصمیم‌گیری هم راحت‌تر است. هر وقت با یک انتخاب روبرو می شوید، از خودتان بپرسید آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من همخوانی دارد؟ اگر داشت، انجامش دهید و اگر نداشت، انجام ندهید و بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. در این صورت تمامی نگرانی‌ها و تردیدهایتان را از بین می برید. میدان نبردتان را پیدا کنید. مردم هم با چیزهایی که میخواهند داشته باشند ترغیب میشوند و هم با چیزهایی که نمیخواهند. عشق یک نیروی برانگیزاننده خیلی قدرتمند است، ولی نفرت هم دقیقاً همینطور است. برخلاف نظر عموم جامعه، نفرت داشتن هم میتواند خوب باشد و هم بد. مثل نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خودبرتربینی و چیزهایی از این قبیل. بعضی وقتها شناخت دشمن آتش درون شما را شعله‌ور می‌کند. بعضی از بزرگترین انگیزه‌ها، تصمیم‌ها و پایداری‌های سرساختانه من مربوط به زمان‌هایی بوده که دشمنی برای مبارزه کردن داشتند. در تاریخ بیشتر داستان‌های تحول‌گونه و انقلاب‌های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن شکل گرفته. داوود و جالوت، آمریکا و بریتانیا، راکی و آپولو کرید، لانس آرمسترانگ و سرطان، اپل و مایکروسافت. می توانم باز هم ادامه دهم، ولی فکر می کنم متوجه منظورم شده باشید. دشمنان به ما دلیلی برای بپا خواستن و با شجاعت و شهامت بودن می دهند. نیاز به مبارزه، مهارت‌ها، شخصیت و اراده شما را به چالش می کشد که بتوانید کاری را انجام دهید. شما را مجبور می کند به ارزیابی و به کار انداختن استعدادها و توانایی‌هایتان. بدون وجود یک مبارزه برانگیزاننده ممکن است چاق و تنبل شویم و قدرت و هدفمان را از دست بدهیم. بعضی از مراجعان من از این موضوع نگرانند که نیروی چرای آنها از اهدافی ناشی می شود که خیلی والا نیستند. آنها احساس گناه می کنند از اینکه خواستند ثابت کنند آدم هایی که پشت سرشان حرف می زنند اشتباه می کنند، یا روی کسی را کم کنند که گفته است او توان انجام هیچ کاری را ندارد، یا شکست دادن یک رقیب یا اینکه سرانجام از خواهر یا برادری که همیشه آنها را تحت سیطره خود داشته است بهتر عمل می کنند. ولی واقعا مهم نیست که انگیزه تان چه باشد. البته تا وقتی انگیزه تان قانونی و اخلاقی است. شما مجبور نیستید انگیزه های بشر دوستانه بزرگی داشته باشید. مهم این است که کاملا احساس برانگیختگی کنید. بعضی وقتها آن انگیزه می تواند به شما کمک کند تا از یک احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمندتر و موفقتر استفاده کنید. این موضوع درباره پیت کارول که یکی از مشهورترین مربیان راگبی تاریخ است اتفاق افتاده. وقتی در شماره سپتامبر سال 2008 مجله موفقیت با کارول مصاحبه کردیم، او انگیزه اولیه خودش را اینطور توضیح داد. در کودکی جسه کوچکی داشتم و بنابراین نمی توانستم کارهای زیادی انجام دهم. چند سال طول کشید تا به جایی رسیدم که بتوانم با دیگران رقابت کنم. تمام آن دوران با این واقعیت زندگی می کردم که من خیلی بهتر از اینها هستم و لازم است برای اثبات آن بجنگم. کمی ناراحت بودم چون می دانستم که می توانم آدم خاصی باشم. نیاز کارول به جنگیدن بالاخره بزرگی و مهارت‌های او را نمایان کرد. در شماره مارس 2010 مجله موفقیت مصاحبه ای را با بازیگر بزرگ آنتونی هاپکینز انجام داد. حیرت کردم و وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده او از عصبانیت و خشم شکفته شده بود.
هاپکینز اعتراف کرد دانش آموز بدی بوده و خانش پریشی و اختلال کمبود توجه بیش فعالی داشته است. آن هم در زمانی که علم روانشناسی از وجود چنین بیماری های بیخبر بود. به او لقب کودک مشکل آفرین داده بودند. هاپکینز گفت من منشأ نگرانی های والدینم بودم. به نظر می رسید هیچ آینده روشنی در انتظارم نیست. چون تحصیل و آموزش موضوعات مهمی بودند ولی انگار من توانایی درک چیزهایی را که به من آموزش داده می شد نداشتم. بچه های فامیل همه باهوش بودند ولی من احساس رنجش و خشم می کردم و فکر می کردم از طرف کل جامعه طرد می شدم و به همین خاطر خیلی غمگین و افسرده بودم. هاپکینز عصبانیتش را مهار کرد. اول آن عصبانیت او را به مبارزه برای رسیدنش به موفقیت در عرصه‌های خارج از علم و ورزش سوق داد. فهمید که اندک استعدادی در بازیگری دارد. بنابراین از خشمش به خاطر برچسب‌های تحقیرآمیزی که به او داده شده بود به عنوان سوختی برای تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاپکینز به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران سینما شناخته می شود. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده توانسته است با آدم های بیشماری که زیر آزار مداوم بودند کمک کند و علاوه بر این از کارهای زیست محیطی بسیار مهمی حمایت کند. با وجود اینکه انگیزه او در ابتدای کار به خاطر اهداف باشکوه و والا نبود ولی به طور مشخص مبارزش ارزشمند. همه ما می توانیم انتخاب های قدرتمندانه داشته باشیم. همه ما می توانیم با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا هر کس دیگری برای نتایجمان کنترل را به دست بگیریم. این در توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم. جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژی من را تحلیل ببرند و موفقیت من را تخریب کنند، می توانیم از آنها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده می خواهیم. اهداف. همانطور که قبلا گفتم، اثر مرکب همیشه فعال است و همیشه شما را به جایی خواهد برد. ولی سوال این است که به کجا؟ شما می توانید این نیروی بیپایان را مهار کنید و باعث شوید که شما را به ماورای آرزوهایتان ببرد. ولی باید بدانید کجا می خواهید بروید و در آرزوی چه اهداف، رویاها و مقاصدی هستید. وقتی در مراسم خاکسپاری مربی دیگرم پل جی مایر بودم، توانگری و تنوع زندگیش را به یاد آوردم. به اندازه 10 نفر موفقیت کسب کرد و تجربه به دست آورد و به دیگران کمک کرد. آگاهی از فوت او باعث شد که من تعداد و اندازه اهدافی را که برای خودم در نظر گرفته بودم دوباره ارزیابی کنم. اگر پل اینجا بود به ما می گفت اگر به آن پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم تواناییش را دارید دست پیدا نکرده اید، فقط به خاطر این است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید. یکی از به یاد ماندنی ترین جملات او که اهمیت اهداف را به ما یادآوری می کند این است که هر آنچه را که شما به وضوح تصور می کنید، مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید، به ناچار باید اتفاق می افتد. یکی از مهارت هایی که بیشترین سهم را در ایجاد فراوانی در زندگی من داشته این است که چگونه به صورتی اثر بخش اهدافی را تعیین و به آنها دست پیدا کنید. وقتی قدرت خلاقیتتان را روی یک هدف به خوبی تعریف می کنید، سازماندهی و متمرکز می کنید، چیزی تقریبا جادویی اتفاق می افتد. این موضوع را به کرات دیدم. موفق ترین آدم های دنیا به این دلیل به موفقیت رسیدند که چشماندازشان را ترسیم کردند. شخصی که هدف و انگیزه شفاف، الزام آور، برانگیزاننده و سوزان دارد، حتی کسانی را که جزء بهترین ها هستند همیشه شکست خواهد داد. تعیین اهداف چگونه عمل می کند؟ معمای راز آشکار می شود. شما فقط چیزهایی را می‌بینید
تجربه می کنید و به دست می آورید که در جستجویشان هستید. اگر ندانید دنبال چه هستید، مطمئن باشید به آن نمی رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده و جستجو کننده هدف هستیم. مغز ما همیشه در تلاش است تا جهان بیرونی را با آنچه که در جهان درونی ما می‌بینیم و انتظار داریم تطبیق دهد. بنابراین وقتی به مغزتان دستور می‌دهید در جستجوی چیزهایی باشد که خواهانش هستید، شروع به دیدن آنها می‌کند. در واقع مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتان وجود داشته، اما ذهن و چشمتان برای دیدن آن باز نبود. این همان شیوه است که قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. قانون جاذبه یک جادوی مرموز درونی که به نظر می رسد نیست، بلکه بسیار ساده تر و عملی تر از آن است. ما هر روز با میلیاردها محرک حسی، سمعی، بصری و فیزیکی از اطلاعات بمباران می شویم. برای اینکه خودمان را از دیوانه شدن حفظ کنیم، 99.9% از آنها را نادیده می‌گیریم و فقط آنهایی را واقعاً می‌بینیم و می‌شنویم و تجربه می‌کنیم که ذهنمان روی آنها تمرکز می‌کند. به همین خاطر است که وقتی به چیزی فکر می‌کنید، به نظر می‌رسد که آن را به طور معجزه آسایی به زندگیتان فرا می‌خوانید. در واقع شما الان فقط چیزی را می‌بینید که از قبل در آنجا وجود داشته. شما واقعا آن را به زندگیتان جذب می کنید. آنها از قبل در آنجا و در دسترس شما بودند و فقط شما افکارتان را متمرکز کردید و ذهنتان را برای دیدن آن هدایت کردید. درست است. این موضوع اصلا اسرارآمیز و مبهم نیست. در واقع کاملا منطقی است. حالا با این درک جدید، هر چیزی که ذهنتان به آن فکر می کند و همه فکرهای اتفاقی در میان آن 99.9% فضای باقی مانده، همانیست که ذهنتان روی آن تمرکز خواهد کرد. این یک مثال پیش و پا افتاده است، چون خیلی بدیهی و درست است. موقع خرید یک ماشین جدید، ناگهان آن مدل را همه جا می‌بینید. درست است. به نظر می‌رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابان‌ها تردد می‌کنند. در حالی که دیروز اصلا آنجا نبودند. ولی با این موضوع آیا واقعیت دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت همانجا بودند. ولی شما به آنها توجه نمی‌کردید. بنابراین آنها واقعاً برای شما وجود نداشتند تا وقتی که توجهتان را به آنها معطوف کردید. وقتی اهدافتان را تعیین می‌کنید، چیزی جدید را برای جستجو و تمرکز به مغزتان می‌دهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان چشم‌های جدیدی می‌دهید تا از طریق آنها همه مردم، رویدادها، مکالمات، منابع ایده‌ها و خلاقیتی که شما را احاطه کرده است ببینید. با این دید جدید، برنامه درونی، ذهنتان شروع می کند به تطبیق دادن محیط خارجی با آن چیزی که از درون خیلی آشکارا می بینیدش. و شما از درون خود خواهانش هستید، یعنی هدفتان. به همین سادگی است. بعد از اینکه آشکارا هدفتان را تعیین کردید، در اینکه چگونه جهان را تجربه می کنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران را به زندگیتان فرا می خوانید، تفاوتی عمیق به وجود می آید. در یکی از مصاحبه هایم با برایان ترسی، او این موضوع را اینطور توضیح داد. انسان های موفق اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها می دانند کیستند و دنبال چیستند. آنها اهدافشان را می نویسند و برای به دست آوردنشان برنامه ریزی می کنند. آنها آدم های ناموفق اهدافشان را مثل تیلهی که در یک قوطی سرگردان است در سرشان حمل می کنند. ما می گوییم هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است صرفا یک خیال محض است. همه خیال هایی در سر دارند، ولی آن خیال ها مثل فشنگ هایی بدون باروت هستند. بدون هدفهای مکتوب، آدمها تیرشان به سنگ می‌خورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به اهدافتان است. پیشنهاد می‌کنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهمترین اهدافتان را بنویسید. توصیه می‌کنم در همه جنبه‌های زندگیتان و نه فقط جنبه کسب و کار یا مالی، اهدافی را در نظر بگیرید.
از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه‌های زندگیتان طوری که دیگر جنبه‌ها را نادیده بگیرید بر حذر باشید، چون بهای سنگینی را برای این کار خواهید پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه‌های زندگی قدم بردارید و به تعادل در آن جنبه‌های زندگی برسید که برایتان مهم هستند. جنبه‌هایی مثل کسب و کار، مسائل مالی، سلامتی، رفاه و خوشبختی، معنویت، خانواده و روابط خانوادگی و شیوه زندگی. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ خیلی از آدم‌ها وقتی دنبال رسیدن به اهداف جدید هستند می‌پرسند که خیلی خوب، من هدفم را پیدا کردم. حالا برای آن که به آن برسم چه کار باید بکنم؟ این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی نیست که باید به آن جواب داد. سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که باید به چه کسی تبدیل بشم. احتمالاً آدم‌هایی را می‌شناسید که به نظر می‌رسد همه کارهای درست را انجام می‌دهند، ولی هنوز هم نتایجی را که دنبالش هستند به دست نیاوردند. درست است. چرا؟ یکی از چیزهایی که جیم ران به من یاد داد این بود که اگر بزرگتر می‌خواهید باید انسان بزرگتری شوید. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید، چیزیست که تعقیبش میکنید. از شما فرار میکنند، مثل تلاش برای تعقیب پروانه ها. هرچه به دنبالش بروید آنها از شما دورتر میشوند. موفقیت چیزیست که آن را جذب میکنید، آن هم با شخصی که به آن تبدیل میشوید. وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصیم تحول اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و میخواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی که میخواستم همسر ایدئالم داشته باشد روی کاغذ نوشتم. بیش از 40 صفحه را به توصیف او با جزئیات دقیق و تفصیلی اختصاص دادم. شخصیت، منش، ویژگی‌های اصلی، نگرش‌ها و فلسفه‌هایش نسبت به زندگی، خانواده، فرهنگ، ترکیب اندامی و حتی بافت موهایش. مفصل نوشتم که زندگی من به چه صورتی خواهد بود و چه کارهایی را با هم انجام خواهیم داد. بعد از خودم پرسیدم باید چه کار کنم تا چنین دختری را پیدا کنم. ممکن بود هنوز هم مثل تعقیب آن پروانه عمل کنم. در عوض به آن فهرست نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همان ویژگی ها را دارم یا نه؟ آیا هر مشخصی را که انتظار دارم همسرم داشته باشد خودم دارم؟ از خودم پرسیدم چنین زنی دنبال چه مردی خواهد؟ باید چگونه باشم تا برای چنین زنی جذاب به نظر برسم؟ حدود 40 صفحه را هم به توصیف همه ویژگی ها، مشخصه ها، رفتارها، نگرش ها و خصوصیاتی که لازم بود خودم داشته باشم اختصاص دادم. بعد تمام تلاشم را کردم تا با آن ویژگی ها برسم به چنین شخصی بشم. حدس میزنید چه شد؟ جواب داد. انگار او از نوشته های آن کاغذ جان گرفت و مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا. دقیقا همون چیزیست که من برای خودم توصیف کردم و همون چیزیست که در جستجویش بودم. حتی در کوچکترین جزئیات راهش این بود که باید برای خودم روشن میکردم که باید به چه کسی تبدیل شوم تا زنی با خصوصیات او را جذب کنم و بعد تلاش کنم تا به آن برسم. بهبود خودتان. بسیار خوب، بیایید فرایند رسیدن به هدفهایی را که برایشان مصمم هستید ترسیم کنیم. این فرایند، فرایند انجام دادن و در بعضی موارد فرایند انجام ندادن است. مانعی که بین شما و هدفتان قرار دارد رفتار شماست. آیا لازم است انجام دادن کاری را متوقف کنید تا اثر مرکب شما را به یک مارپیچ رو به پایین نبرد؟ به طور مشابه باید انجام چه کارهایی را شروع کنید تا خط سیرتان را عوض کنید و در نتیجه در یک مسیر بهتر قرار بگیرید؟ در واقع لازم است چه عادتها و رفتارهایی را از زندگیتان حذف یا به آن اضافه کنید؟ زندگی شما فرمولی شبیه به این دارد. شما، انتخاب یا همون تصمیم، به علاوه رفتار یا همون اقدام، به علاوه عادت یعنی انجام مکرر، به علاوه مرکب شدن یعنی زمان، مساوی اهداف. به همین خاطر
ضروری است که کشف کنید کدام رفتارها مسیر منتهی به هدفتان را مسدود و کدام رفتارهای شما را در دستیابی به هدفتان یاری می‌کند. شاید فکر کنید تمام عادت‌های بدتان را در کنترل دارید، ولی شرط می‌بندم که اشتباه می‌کنید. دوباره می‌گویم به همین خاطر است که ثبت کردن عادت‌ها اینقدر مؤثر است. منظورم این است که صادقانه می‌دانید هر روز چند ساعت به تماشای برنامه‌های تلویزیون می‌نشینید؟ چند ساعت را صرف گوش دادن به شبکه‌های خبری می‌کنید یا چند ساعت را به شنیدن اهداف و دستاوردهای دیگران در شبکه‌های ورزشی و مد اختصاص می‌دهید؟ می‌دانید روزانه چند لیوان نوشابه می‌خورید یا چند ساعت را صرف انجام کارهای غیر ضروری پشت کامپیوتر، فیسبوک، خواندن شایعات اینترنتی و غیره می‌کنید؟ همانطور که در فصل قبل نوشتم، اولین وظیفه تان این است که از نحوه رفتاریتان باخبر شوید. رفتارهایی که انجام می دهید. در چه مواقعی غفلت کردید و عادتهای بد ناخودآگاهی را به وجود آوردید که باعث انحراف شما از مسیرتان شده است؟ چند وقت پیش یک مدیر عامل موفق که همراه او در یک کمیته غیر انتفاعی همکاری می کردم استخدامم کرد تا برای بهبود بهره‌وری‌اش با او مشاوره کنم. او کارش را خیلی خوب انجام می‌داد، ولی می‌دانست که می‌تواند زمانش را بهینه‌سازی کند و با گرفتن کمی راهنمایی بازدهی‌اش را بالا ببرد. از او خواستم تا فعالیت‌هایش را به مدت یک هفته ثبت کند و چیزی را متوجه شدم که خیلی زیاد می‌بینم. زمان باورنکردنی زیادی را صرف مرور اخبار می‌کرد. صبحها 45 دقیقه روزنامه میخوان، در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه به اخبار رادیو گوش میداد و همینقدر زمان را در حین برگشتن از محل کارش به خانه صرف گوش دادن اخبار میکرد. حین کارش چندین بار اخبار را از سایت یاهو چک میکرد. در مجموع حدود 20 دقیقه. وقتی به خانه میرسید، حین احوال پرسی و صحبت با خانواده‌اش 15 دقیقه پایانی اخبار محلی را تماشا میکرد. بعد قبل از خوابیدن 30 دقیقه اخبار ورزشی گوش میداد و 30 دقیقه اخبار شبانگاهی ساعت 10. هر روز در مجموع حدود 3 ساعت و نیم را صرف اخبار میکرد. او یک اقتصاددان یا تاجر نبود یا شغلی نداشت که زندگی یا مرگش به جدیدترین اخبار بستگی داشته باشد. زمانی را که او صرف انواع گوناگون رسانه‌های خبری می‌کرد، خیلی بیشتر از چیزی بود که لازم داشت تا یک رأی دهنده آگاه یا یک عضو فعال جامعه باشد یا حتی منافع شخصیش را افزایش دهد. در حقیقت او اطلاعات با ارزش خیلی کمی را از برنامه‌هایی که انتخاب می‌کرد به دست می‌آورد. بنابراین پس چرا او روزانه حدود 4 ساعت را صرف اخبار میکرد؟ این فقط یک عادت بود. به او توصیه کردم رادیو و تلویزیونش را خاموش کند. اشتراک روزنامه‌اش را لغو کند و از اخبارهایی استفاده کند و انتخاب کند که برای کار و کسب و کارش مهم است یا اینکه متناسب با علاقه شخصیش باشد. با انجام این کار بلافاصله 95% از پارازیت‌های ذهنی و اتلاف کننده زمانیش کم شد. حالا می توانست هر روز در کمتر از 20 دقیقه تمام خبرهایی که برایش مهم بود را مرور کند. این تغییر به او اجازه داد که آن 45 دقیقه صبح زمان رفتن به محل کارش و آن یک ساعت عصر را به فعالیت‌های مولد و کارآمدی اختصاص دهد، مثل ورزش، گوش کردن به فایل‌های آموزشی و الهام بخش، مطالعه، برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و گذراندن زمان بیشتر و با کیفیت‌تر با خانواده‌اش. به من گفت هرگز چنین استرس کمی را تجربه نکرده بود. اخبار منفی زیاد شما را مضطرب می کنند و هیچ وقت با روحیه تر و متمرکز تر از حالا نبوده است. تغییری کوچک و ساده در یک عادت باعث یک جهش بزرگ و روبه جلو در تعادل و بهره‌وری شد. خب، حالا نوبت شماست. یک دفترچه کوچک بردارید و 3 هدف اصلیتان را بنویسید. حالا فهرستی از عادتهای بد را یادداشت کنید که پیشرفتتان در هر یک از این سرسره را از بین میبرد. تک تکشان را بنویسید. عادتها و رفتارها هرگز دروغ نمیگویند.
اگر چیزی که میگویید با چیزی که انجام میدهید فرق داشته باشد، من چیزی را باور میکنم که شما هر بار انجام میدهید. اگر بگویید دنبال سلامتی هستید اما زیر ناخونهای سیاه و کثیفی داشته باشید، من آن سیاهی و کثیفی را باور میکنم. اگر بگویید بهبود شخصی در اولویت شماست اما جای کتاب خواندن زمان بیشتری را صرف بازی با ایکس باکستان کنید، من ایکس باکستان را باور میکنم. اگر بگویید یک حرفه‌ای متعهد هستید اما دیر و بدون آمادگی حاضر شوید، رفتارتان هر بار شما را لو میدهد. میگویید خانواده‌تان اولویت اصلی شماست، ولی اگر آنها در تقویم کار شلوغتان جایی نداشته باشند، پس واقعا در اولویت شما نیستند. به فهرست عادتهای بدی که نوشته اید نگاه کنید. این همون واقعیت وجودی شماست. حالا باید تصمیم بگیرید که آیا همین خوب است یا میخواهید تغییرش دهید. بعد به آن فهرست عادتهایی را اضافه کنید که لازم است کسب کنید. وقتی آن عادتها را طوری تمرین کنید که در طول زمان مرکب شوند، باعث می شوند که شکوه مندانه به اهدافتان برسید. نباید موقع تهیه این فهرست با قضاوت کردن و پشیمانی انرژیتان را هدر دهید. این لیست درباره این است که نگاهی هوشیارانه به چیزهایی داشته باشید که می خواهید بهبود بخشید. به هر حال، من در انجام این کار به شما کمک خواهم کرد. بیایید آن عادتهای بد و تخریب کننده را ریشه کن کنیم و جایشان عادتهای جدید، مثبت و سالم بکاریم. تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه کن کردن عادتهای بد. شما عادتهایتان را یاد گرفتید، بنابراین می توانید فراموششان هم کنید. اگر میخواهید کشتی زندگیتان را در یک مسیر جدید حرکت دهید، اول باید لنگر عادتهای بدی که شما را سنگین و زمینگیر کرده را از جا بکنید. کلید کار این است که نیروی چرایتان را چنان قدرتمند سازید که میل شما به خوشنودی آنی را در هم بشکند. برای این کار یک استراتژی جدید میخواهید. فرستی که در ادامه میآید استراتژی‌های محبوب من هستند. 1. کشف محرک ها. به فهرست عادت های بدتان نگاه کنید و تعیین کنید چه چیزی هر کدام را تحریک می کند. چیزی را کشف می کنید که به آن 4 سوال بزرگ می گویم و پشت هر عادت بدی قرار گرفتن: چه کسی، چه چیزی، چه وقتی و چه جایی. مثل: آیا وقتی که کنار شخص خاصی هستید احتمالش بیشتر می شود که نوشیدنی الکلی بیشتری مصرف کنید؟ یا آیا در روز زمان خاصی است که انگار مجبورید که یک چیز شیرین بخورید؟ یا چه احساسات و هیجاناتی هستند که بدترین عادتهای شما را تحریک می کنند؟ استرس، خشم، خستگی، عصبانیت، درماندگی؟ یا چه وقتهای آن هیجانات را تجربه میکنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ یا در حال انجام چه کاری هستید؟ یا چه موقعیتهای عادتهای بد شما را برمیانگیزد؟ نشستن داخل ماشینتان، قبل از جلسات بازبینی عمل کرد، ملاقات با خویشاوندان سببی، همایشها، موقعیتهای اجتماعی، مواقعی که در خطرات جسمی قرار دارید، ضرب العجلها، کدام؟ یا نگاهی دقیق تر به رویه های روزمره تان بندازید. وقتی از خواب بیدار می شوید، زمان قهوه خوردن یا نهار خوردن یا وقتی که بعد از یک روز کاری طولانی به خانه می رسید، معمولاً چه می گویید؟ دوباره دفترچه تان را بردارید و محرک هایتان را یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما را به شدت زیاد می کند. البته این همه کاری نیست که باید انجام دهید، چون همانطور که قبلا بحث کردیم، افزایش آگاهیتان از عادتهای بد برای از بین بردنشان کافی نیست. 2. پاکسازی خانه. خانه ایتان را کاملا پاکسازی کنید. منظورم به معنی واقعی کلم است. اگر میخواهید نوشیدنی الکلی را کنار بگذارید، باید قطر قطرش را از خانه ایتان حذف کنید و از ویلایتان، البته اگر دارید.
باید از جامها و وسایل زینتی و تجملی که موقع مصرف نوشیدنی های الکلی از آن استفاده می کنید خلاص شوید. اگر می خواهید نوشیدن قهوه را کنار بگذارید، قهوه سازتان را جمع کنید و آن کیف پر از قهوهتان را به همسایه خوابالودتان بدهید. اگر در تلاشید که مخارجتان را محدود کنید، وقت بگذارید و هر گونه کاتالوگ یا پیشنهادی که به صندوق پستی خانه‌تان و یا ایمیلتان می آید کنسل کنید. با این کار دیگر حتی نیازی به جمع‌آوری و ریختن آنها در سطل زباله هم ندارید. اگر می‌خواهید غذاهای سالم‌تری بخورید، قفسه آشپزخانه‌تان را از همه انواع غذاهای ناسالم خالی کنید و خریدشان را متوقف کنید. این حرف‌ها را هم بگذارید کنار که فقط به این دلیل که خودتان نمی‌خواهید آن غذاها را مصرف کنید، عادلانه نیست که دیگر اعضای خانواده‌تان را هم از خوردنشان منع کنید. به من اعتماد کنید. دیگر اعضای خانواده‌تان هم بدون آن غذاهای ناسالم بهتر خواهند. آنها را به خانه تان نیاورید و از هر چیزی که عادتهای بدتان را فعال می سازد خلاص شوید. 3. جایگزین کردن. یک بار دیگر به فهرست عادتهای بدتان نگاه کنید. چگونه می توانید آنها را تغییر دهید که دیگر اینقدر مضر نباشند؟ آیا می توانید آنها را با عادتهای سالمتر جایگزین کنید؟ یا اینکه می توانید کاملا آنها را رها کنید برای همیشه؟ همه کسانی که من می شناسم و مرا می شناسند می دانند عاشق این هستم که بعد از غذا چیزی شیرین بخورم. اگر در خانه ما بستنی داشته باشیم، این چیز شیرین به 3 اسکوب بستنی با تکه های موزه 1255 کالری تبدیل می شود. در عوض من این عادت بد را با 2 شکلات 50 کالری جایگزین کردم. با این کار هنوز هم آن علاقه به خوردن چیز شیرین را ارضا می کنم، بدون اینکه مجبور باشم ساعتی اضافی را روی تردمیل صرف کنم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم برگردم. خواهر زن من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای ترد و شور بخورد. او به صورت ناخودآگاه یک چیپس خانواده کامل را به تنهایی می‌خورد. بعد فهمید چیزی که واقعاً از آن لذت می‌برد، لذت تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت این عادت بد را با خوردن تکه‌های هویج، کرفس و کلم بروکلی جایگزین کند. او همان احساس لذت بخش را داشت و در همان زمان متخصص تغذیه‌اش هم خوردن سبزیجات را به او توصیه کرده بود. شخصی که قبلا برای من کار می‌کرد عادت داشت روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بنوشد. این عادت بدی است. به او توصیه کردم که این عادت بد را با آب گازدار و اضافه کردن لیموی تازه یا آب لیمو یا آب پرتقال تازه جایگزین کند. او حدود 1 ماه این کار را انجام داد و البته پی برد که حتی آب گازدار هم نمی خواهد و آن را با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی شوید و ببینید چه رفتارهایی را می توانید جایگزین یا حذف کنید یا اینکه تغییرشان دهید. 4. آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی می کنم. هر وقت میخواهم برای شنا وارد آب شوم، اول قوزک پاهایم را با شرایط جدید وفق میدهم. بعد آرام آرام در آب راه میروم تا آب به زانوهایم برسد. بعد کمر و قفسه سینه و همه اینها قبل از اینکه کاملا خودم را در آب غوطه ور کنم. بعضی ها سری در آب شیرجه میزنند و تمامش میکنند. خوش به حالشان. ولی من اینطوری نیستم. دوست دارم راهم را به داخل آب آرام طی کنم و به این موضوع احتمالاً به خاطر آسیب روحی باقی مانده از دوران کودکیم است که در استراتژی بعدی توضیحش میدم. در مورد بعضی از عادتهای دیرینه و با دوام شاید مؤثرتر باشد که قدمهای کوچکی بردارید تا به آرامی آنها را از بین ببرید. ممکن است دهه ها آن عادتها را تکرار کنید. تقویت و نهادینه کرده باشید و بنابراین عاقلانه است که برای رها کردنشان به خودتان کمی وقت دهید و هر از چند گاهی فقط 1 قدم بردارید. چند سال پیش دکتر به همسرم گفت که باید کافئین را برای چند ماه از رژیم غذاییش حذف کند.
هر دوی ما عاشق قهوه بودیم. بنابراین حالا که او باید این موضوع را تحمل میکرد، فکر کردم این کار فقط وقتی عادلانه است که با هم این کار را انجام دهیم. اول نصف نصف عمل کردیم، یعنی برای یک هفته 50% قهوه بدون کافئین و 50% قهوه معمولی مصرف کردیم. هفته بعد به کل از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم. بعد یک هفته چای بدون کافئین را مصرف کردیم و پس از آن به چای سبز بدون کافئین روی آوردیم. یک ماه طول کشید تا به آن نقطه برسیم. ولی حتی یک لحظه هم از این حذف کافئین رنجی متحمل نشدیم. نه سردرد، نه خواب آلودگی و نه هیچ چیز دیگری. هرچند اگر این کار را ناگهانی انجام می دادیم، فکر نمی کنم موفق می شدیم. 5. یا بپرید. همه آدم ها با یک روش یکسان موفق نمی شوند. پژوهشگران کشف کردند برای بعضی از آدم هایی که می خواهند تغییراتی را در شیوه زندگیشان ایجاد کنند، آسان تر است که خیلی از عادت های بدشان را یک باره عوض کنند. یک متخصص قلب و عروق پیشگام، دکتر دین اورنیش، پی برد که می تواند بیماری های قلبی پیشرفته آدم ها را بدون تجویز دارو و یا عمل جراحی و در واقع با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگیشان بهتر کنند. او کشف کرد که آنها اغلب این کار را آسان‌تر می‌دانند که به یک بار تقریبا با همه عادت‌های بدشان خداحافظی کنند. او تعدادی از آنها را به یک دوره آموزشی دعوت کرد که در آن غذاهای چرب و با کلسترول بالا را با یک رژیم غذایی بسیار کم چرب جایگزین. این برنامه شامل ورزش، بلند کردن آنها از تختهایشان، پیاده روی و آهسته دویدن و در ضمن تکنیک های کاهش استرس و دیگر عادت های سلامتی قلب. شگفت انگیز بود که در کمتر از یک ماه این بیماران یاد گرفتن آن عادت های بد مادام العمرشان را رها کنند و عادت های جدید را بپذیرند. آنها به این کارشان ادامه دادند تا بعد از یک سال سلامتی شگفت انگیزی را تجربه کردن. شخصا این موضوع را یک استثناء می دانم، نه قاعده. اما شما خودتان باید بفهمید که کدام استراتژی به بهترین شکل برایتان مؤثر واقع می شود. در کودکی همراه خانواده‌ام به کمپی کنار دریاچه رولینز رفته بودیم. این دریاچه در منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی قرار داشت و آب آن از ذوب شدن برف رشته‌کوه‌های بالای دریاچه تعمیم شد. آب دریاچه به طرز وحشتناکی سرد بود. در مدتی که آنجا بودیم هر روز پدرم اصرار میکرد که در آن دریاچه قطبی اسکی روی آب کنیم. تمام روز نگران این درخواست ترسناک پدرم بودم. من عاشق اسکی روی آب بودم، ولی از رفتن به داخل آن آب خیلی سرد نفرت داشتم. یک تضاد منافع معمولی، البته به این خاطر که از هم تفکیک نمیشدن. پدرم مطمئن می شد که من هرگز نوبتم را از دست ندم و بعضی وقتها خودش من را داخل آب هل می داد. بعد از چندین ثانیه مشقت بار شبیه به سرمازدگی به دمای آب عادت می کردم و بعد از آن آب برایم سرزنده کننده و شادی بخش می شد. انتظار من از رفتن داخل آب از خود واقعیت بدتر بود. من وقتی بدنم با آب منوس می شد دیگر اسکی روی آب یک تجربه لذت بخش بود. ولی با این حال باز همین چرخه ترسیدن و آرام شدن را در روزهای بعد تجربه می کردم. آن تجربه دوران کودکی به این موضوع بیشباهت نیست که به طور ناگهانی یک عادت بد را حذف کنیم یا تغییر دهیم. شاید برای مدت کوتاهی این موضوع مشقتبار یا حداقل ناخوشایندی برای ما باشد، ولی درست مثل بدن که از طریق فرایند هوموستازی یعنی خودپایداری با یک محیط جدید سازگار می شود، ما یک توانایی مشابه برای تطبیق و سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولا می توانیم سریع خودمان را به صورت روانی و فیزیولوژیکی با شرایط جدید سازگار کنیم. بعضی وقتا آهسته به آب زدن جواب نمی دهد و باید پرید داخل آب. می خواهم همین حالا از خودتان بپرسید، در چه مواردی باید به آهستگی شروع کنیم؟
و در چه مواردی لازم است آن پرش بزرگ را انجام دهیم. در چه مواردی از رنج و سختی فرار می کنم، در حالی که درون خودم می دارم که اگر سری وارد عمل شوم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد. یکی از شرکای قبلی من برادری داشت که حریصانه آبجو می نوشید، عربده می زد و مثل یک دائم الخمر زندگی می کرد. همراه نهار، حین شام، بعد از شام و در کل زمان آخر هفته نوشیدنی الکلی می نوشید. روزی او در مراسم عروسی یکی از همکلاسی‌های سابقم در دانشگاه شرکت کرد و برادر دوستش را دید که با اینکه 10 سال بزرگتر از هر دوی آنها بود، اما 10 سال جوانتر به نظر می‌رسید. دید که او شاد بود، می‌خندید، لذت می‌برد و در مراسم عروسی از او احساس سرزندگی و شادابی تراوش می‌کرد. از آن احساسی که خودش سالها آن را تجربه نکرده بود، در همان لحظه تصمیم گرفت دیگر هرگز قطره نوشیدنی الکلی ننوشد. یک تصمیم آنی و همین سادگی، دیگر هیچ وقت. و الان بیش از 6 سال است که به آن تصمیم پایبند است. وقتی باید عادت بدی را در خانه تغییر دهم، با احتیاط و آهسته عمل میکنم، اما در زندگی حرفه‌ای هم پی بردم که شیجه بزرگ به مراتب موثرتر است. خواه وارد یک کسب و کار جدید شوم یا با مشتری‌های شرکا یا سرمایه‌گذاران جدید سر و کار داشته باشم، معمولاً به آهستگی عمل کردن با آن همخوانی ندارد. هر بار که به دریاچه رولینز فکر می‌کنم، می‌دانم که ابتدا دردناک خواهد بود، اما یادم می‌آید که در زمانی اندک نشاط‌آور و روح‌بخش خواهد شد و به آن سختی موقت می‌ارزد. بازرسی عادت‌های بد. به شما توصیه نمی‌کنم که همه چیزهای بد را از زندگیتان حذف کنید. در بیشتر موارد اعتدال و میانه‌روی خوب است. ولی چگونه میتوان تشخیص داد که آیا یک عادت بد بر شما مسلط شده است یا نه؟ من این کار را با بازرسی عادتهای بدم انجام میدم. هر از چند گاهی یکی از عادتهای بدم را انتخاب میکنم و بررسی میکنم تا مطمئن شوم که در رابطه من با هم هنوز هم من حرف اول را میزنم یا نه. عادتهای بد من نوشیدن قهوه، خوردن بستنی، نوشیدن نوشابه و دیدن فیلم است. قبلا وسواس بستنی خوردنم را برایتون توضیح دادم. وقتی این موضوع به نوشابه میرسد، دوست دارم مطمئن شوم که از یک لیوان لذت میبرم، نه غرق شدن در یک عادت بد. تقریبا هر 3 ماه یکی از عادتهای بدم را انتخاب میکنم و برای 30 روز از آن دوری میکنم. این موضوع احتمالاً از باورهای کاتولیک من است. من عاشق این موضوع هستم که به خودم ثابت کنم هنوز هم رئیس و مسئول عادتهای خودم هستم. خودتان این کار را امتحان کنید. یک عادت بد را انتخاب کنید، چیزی که در آن میانه روی و اعتدال را رعایت می کنید. اما می دانید که مانعی مقابل بهتر بودنتان است و خودتان را به یک سفر 30 روزه دعوت کنید. اگر متوجه شدید که برایتان واقعا سخت است که 30 روز از آن پرهیز کنید، ممکن است پی ببرید ارزشش را دارد که آن را کاملا از زندگیتان حذف کنید. تغییر دهندگان بازی. 6 استراتژی برای ایجاد عادتهای خوب. حالا که کمک کردیم عادتهای بدی که شما را به مسیر اشتباه میبرند حذف کنید، لازم است انتخابها، رفتارها و سرانجام عادتهای جدیدی ایجاد کنیم که در نهایت شما را در مسیر رسیدن به بزرگترین آرزوهایتان قرار میدهند. حذف یک عادت بد یعنی برچیدن یکی از رویه هایتان. ایجاد عادتهای جدید و کارآمد، مجموعی از مهارت‌های کاملا متفاوت. شما در واقع درختی را می‌کارید، آن را آبیاری می‌کنید، با آن کود می‌دهید و اطمینان پیدا می‌کنید که درست ریشه کرده است. انجام این کارها تلاش، زمان و ممارست می‌خواهد. در ادامه فهرستی از تکنیک‌های مورد علاقه‌ام برای ایجاد عادت‌های خوب را برایتان توضیح می‌دهم. کارشناس خبره رهبری جان سی ماکسول گفته است
شما نمیتوانید زندگیتان را تغییر دهید مگر اینکه چیزهایی را تغییر دهید که هر روز انجامشان میدهید. راز موفقیت شما در رویه‌های روزمره‌تان نهفته است. طبق پژوهش‌های انجام شده جدید، لازم است یک رفتار جدید را 300 بار انجام دهید تا بتوانید آن عادت جدید را به تکراری ناخودآگاه تبدیل کنید که این حدود یک سال تمرین روزانه است. خوشبختانه همونطور که درباره اش صحبت کردیم، می‌دانیم بعد از 3 هفته تمرکز سخت گوشانه شانس بیشتری برای ایجاد یک عادت جدید در زندگیمان داریم. یعنی اگر برای 3 هفته اول روزانه توجه ویژه‌ای را به یک عادت جدید داشته باشیم، شانس خیلی بیشتری خواهیم داشت که آن را به یک رویه مادام العمر تبدیل کنیم. واقعیت این است که شما ممکن است یک عادت را در 1 ثانیه تغییر دهید، یا یعنی اینکه حتی بعد از 10 سال هنوز هم در تلاش باشید تا آن را ریشه‌کن کنید. اولین باری که یک بخاری داغ را لمس کردید، فوری پی بردید که هرگز این کار عادتتان نمی شود. آن شوک و درد آنقدر شدید بود که برای همیشه آگاهیتان را عوض کرد. شما فهمیدید که برای باقی عمرتان وقتی اطراف یک بخاری داغ هستید باید مواظب باشید. کلیدش این است که ملتفت باقی بمانید. اگر واقعاً می‌خواهید یک عادت خوب را حفظ کنید، مطمئن شوید حداقل روزی 1 بار به آن توجه می‌کنید و اینطوری موفقیت شما بسیار محتمل‌تر خواهد بود. 1. خودتان را برای موفقیت آماده نگه دارید. هر عادت جدیدی باید به زندگی و شیوه زندگیتان مطابقت داشته باشد. اگر به عضویت یک باشگاه ورزشی درایید که 30 مایل با خانه تان فاصله دارد، شما با آنجا نخواهید رفت. اگر عصرها وقت ورزش کردن دارید اما آن باشگاه ورزشی ساعت 6 غروب تعطیل می شود، مطمئنن برای شما مناسب نیست. باشگاهی که انتخاب می کنید باید نزدیک و مناسب باشد و با زمانبندیتان هم متناسب. اگر می‌خواهید غذاهای سالم‌تری بخورید و وزنتان را کم کنید، مطمئن شوید که یخچال و آشپزخانه‌تان با انتخاب‌های سالم پر شده‌اند. می‌خواهید مطمئن شوید وقتی دچار گرسنگی نیمروزی می‌شوید، سراغ حله‌حوله‌ها نمی‌روید. در کشوی میزتان آجیل و میان وعده‌های سالم نگه دارید. بدترین راه برای برطرف کردن گرسنگی استفاده از کربوهیدرات‌های خالی است. یکی از استراتژی‌هایی که من استفاده می‌کنم همراه داشتن پروتئین است. من یک شنبه‌ها 1 سبد از تکه‌های مرغ می‌پزم و بسته‌بندی می‌کنم و برای هفته آینده از آنها استفاده می‌کنم. یکی از عادت‌های خیلی بد و مخرب من اعتیاد به ایمیل است. جدی می‌گویم. محض خنده نگفتم. اگر مراقب نباشم هر روز ممکن است ساعت‌های متمادی را به سیل عظیم ایمیل‌هایی تلف کنم که برایم ارسال می‌شوند. برای ایجاد عادت جدیدم که هر روز فقط 3 بار ایمیل‌هایم را چک می‌کنم، همه هشدارهای دریافت ایمیلم را خاموش کردم و وقتی در یکی از آن بازه‌های زمانی اختصاص داده شده که برای این کار است، برای خواندن ایمیلم نیستم، برنامه دریافت ایمیل‌هایم را کامل می‌بندم. من باید اطراف آن گرداب زمانی دیوار می‌ساختم تا مبادا برای تمام روز در آن گرفتار شوم. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. وقتی برای مجله موفقیت با مونتل ویلیامز مصاحبه می کردم، او گفت به خاطر بیماری بدی که با آن مبتلاست، بیماری MS، رژیم بسیار دقیقی را می گذراند. مونتل خود را با چیزی به نام اصل افسودن وفق داده بود. من فکر می کردم این اصل برای هر کسی با هر هدفی ابزاری فوق‌العاده اثر بخش است. برای من توضیح داد که این اصل در این باره نیست که تلاش کنید چیزی را از رژیم غذاییتان حذف کنید، بلکه در این باره است که چه چیزی را اضافه و جایگزین می کنید. این اصل معیاری برای زندگی او شده بود. جای این که فکر کند، مجبور است خودش را از چیزی محروم کند یا آن را از رژیم غذاییش حذف کند، می گفت نمی توانم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم.
به چیزهایی فکر می کند که می تواند جایگزین آنها کند. مثلا امروز می خواهم سالاد، سبزیجات بخارپز و انجیر تازه بخورم. او تمرکز و شکمش را با چیزهایی پر می کند که می تواند بخورد. برابر این دیگر به چیزهایی که نمیتواند بخورد توجه یا اشتیاقی ندارد. جای تمرکز روی چیزهایی که باید از آنها صرف نظر کند، به چیزهایی فکر میکند که میتواند به زندگیش اضافه کند. نتیجه این کار خیلی قدرتمند است. یکی از دوستانم میخواست عادت بدش را در تلف کردن وقت خیلی زیاد پای تلویزیون از بین ببرد. برای کمک به او پرسیدم اگر 3 ساعت وقت آزاد داشته باشد دوست دارد چه کارهایی انجام دهد. گفت با بچه هایش بیشتر بازی می کند. در ضمن از او خواستم یک سرگرمی که همیشه آن را دوست داشته انتخاب کند. انتخابش عکاسی بود. او به خرید رفت و همه تجهیزات لازم برای عکاسی و ویرایش پیشرفته عکس را تهیه کرد و این باعث شد با شادمانی به گردش‌های زیادی با خانواده‌اش برود تا بتواند از بچه‌هایش عکس‌های فوق‌العاده بگیرد. بعد ساعت‌هایی در شب آن عکس‌ها را ویرایش می‌کرد و با کنار هم قرار دادنشان نمایش اسلایدی و آلبوم عکس برای خانواده‌اش درست می‌کرد. آنها زمان زیادی را با هم سپری می کردند، می خندیدند و با هم خاطراتی به یاد ماندنی درست می کردند. او چون خیلی روی فرزندانش و نیز عکاسی تمرکز کرده بود، اشتیاقش را نداشت که شبها بنشیند و تلویزیون تماشا کند. پی برد به این خاطر روی تلویزیون تمرکز کرده بود که تماشای تلویزیون یک راه فرار ذهنی آسان از مشغله های کاری روزانه‌اش بود. با جایگزینی تماشای تلویزیون با عادت‌های جدید و بازی کردن با فرزندان و عکاسی کردن، اشتیاقی قدرتمندانه‌تر و بازدهی خیلی بیشتری را تجربه کرد. چه چیزهایی را می‌توانید به زندگیتان اضافه کنید تا به کمک آنها تجربیات زندگیتان را غنی‌تر کنید؟ آن را بیابید. 3. کارهایتان را به دیگران بگویید. اجرای یک نمایش عمومی از مسئولیت پذیری. یک مقام دولتی را در حال سوگند کاریش تصور کنید. میگوید من سوگند میخورم که، و بعد سخنرانیش را اینطور ادامه میدهد که چگونه به قولهای کمپین انتخاباتیش عمل میکند. وقتی مقابل رسانه‌های عمومی سوگند میخورد و قول میدهد، میداند که مسئول و جوابگوی هر کاری خواهد بود که او را از قولهایش دور میکنند و برای هر پیشرفتی در راه رسیدن به اهدافش تحسین میشود. آیا میخواهید آن عادت جدید را در خودتان نهادینه کنید؟ از ناظر کبیرتان بخواهید که مراقب شما باشد. با وجود این همه رسانه‌های اجتماعی که امروزه در دسترس هستند، این کار هرگز به این راحتی نبوده. داستان خانومی را شنیدم که تصمیم می‌گیرد با وبلاگ نویسی درباره هر سنتی که خرج می‌کرد کنترل مسائل مالیش را به دست گیرد. اعضای خانواده، دوستان و خیلی از همکارانش عادت خرج کردن او را دنبال می‌کردند و به خاطر چشم‌های زیادی که او را زیر ذره بین داشتند درباره مسائل مالیش بسیار مسئولیت پذیرتر و منظم‌تر شد. یک بار برای کمک به یکی از همکارانم در ترک سیگار به همه اعضای شرکت گفتم گوش کنید. زلدا تصمیم گرفته سیگار کشیدن را ترک کند. این فوق‌العاده نیست؟ همین الان آخرین سیگارش را کشید. بعد یک تقویم دیواری بزرگ را بیرون از اتاقش قرار دادم. او هر روز که سیگاری نمی کشید یک زبدر بزرگ قرمز رنگ روی تقویم می زد. همکارانش متوجه شدند و شروع کردن به تشویق او تا اینکه زبدرهای بزرگ قرمز رنگ تقویم پر شد. زلدا نمی خواست شرمنده آن تقویم، همکاران و خودش شود و شکست بخورد، بنابراین سیگار را ترک کرد. به خانواده تان بگویید، بگذارید دوستانتان بدانند. روی فیسبوک و توییتر بنویسید، بگویید که تغییر کرده اید و از این به بعد شما رئیس خودتان هستید. 4. یک همراه موفقیت پیدا کنید.
چیزهای خیلی کمی هستند که به قدرتمندی دو آدمی باشند که بازوهایشان را دور هم قفل کردند و به سمت هدف مشابهی گام برمی‌دارند. برای اینکه احتمال موفقیتتان را بالا ببرید، یک همراه موفقیت پیدا کنید. کسی که موقع نهادینه کردن یک عادت جدید وقتی وسوسه می‌شوید به عادت قبلیتان برگردید، شما را مسئولیت پذیر نگه خواهد. من خودم کسی را دارم که به آن همراه موفقیت میگویم. هر جمعه ساعت 11 صبح ما با هم یک مکالمه تلفنی 30 دقیقه‌ای داریم که در آن پیروزی‌ها، شکست‌ها، اصلاحات و افسوس‌هایمان را مطرح می‌کنیم و از طرف مقابل بازخوردی را می‌خواهیم که نیاز است و همدیگر را مسئولیت پذیر نگه می‌داریم. شما هم ممکن است برای پیاده‌روی، دویدن‌ها، رفتن به باشگاه ورزشی یا بحث و تبادل کتاب‌های بهبود شخصی به یک همراه موفقیت احتیاج داشته باشید. 5. رقابت و رفاقت. برای برانگیختن روحیه رقابتی و قوته‌ور کردن خودتان در یک عادت جدید، هیچ چیزی مثل یک رقابت دوستانه نیست. در یکی از مصاحبه‌هایم با دکتر محمد، او به من گفت اگر مردم هر روز فقط 1000 قدم بیشتر بردارند، زندگیشان را دگرگون خواهند کرد. ویدئو پلاس، سهامدار عمده مجله موفقیت، رقابتی به راه انداخت که در آن با استفاده از قدم سنج تعداد قدم‌های آدم‌ها را شمارش می‌کرد. کارمندان در تیم‌های سازماندهی با هم سازماندهی شدند و با هم رقابت کردند تا مشخص شود کدام تیم قدم‌های بیشتری برمی‌دارد. برایم حیرت‌آور بود که می‌دیدم آدم‌هایی که تا قبل از این برای سلامتی یا نفع شخصیشان ورزش نمی‌کردند، ناگهان شروع کردند به پیاده‌روی‌های طولانی، 4، 5 یا 6 مایل در روز. موقع نهار در محوطه پارکینگ پیاده‌روی می‌کردند. وقتی یک تماس تلفنی طولانی، کنفرانس تلفنی داشتند، ناگهان آنها را می‌دیدی که با گوشی‌های تلفن همراهشان راه می‌رفتند. به خاطر این رقابت، آنها راه‌هایی پیدا کردند که فعالیت‌هایشان را بیشتر کنند. قدم‌های همه ردیابی می‌شد و همه می‌توانستند ببینند چه کسی ساکن آن است و چه کسی در حرکت. تعداد قدم‌ها هر روز بیشتر می‌شد. با این حال، به محض اینکه رقابت تمام شد، واقعا شگفت زده شدم که دیدم تعداد قدم ها کاملا کم شد. بیش از 60% فقط یک ماه پس از پایان رقابت. وقتی رقابت دوباره شروع شد، تعداد قدم های سریع افزایش پیدا کرد. همه چیزی که لازم بود کمی رقابت برای روشن نگه داشتن موتور آدم ها بود. یک حس اجتماعی شگفت انگیز در آنها به وجود آمده بود و تجربه و دوستی را در مراوداتشان به اشتراک گذاشتند. چه نوع رقابت دوستانی را می توانید با دوستان، همکاران یا همتیمی‌های خود سازماندهی کنید؟ چگونه می توانید رقابتی مفرح و یک روحیه رقابتی را به عادت‌های جدیدتان تزریق کنید؟ 6. جشن بگیرید. کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی سربازان را کسل و بی‌حوصله می‌کند و این آغازی برای سرپیچی از فرمان است. در طول مسیر باید زمانهایی برای جشن گرفتن و لذت بردن از بعضی دستاوردها و پیروزی‌هایتان وجود داشته باشد. شما نمی‌توانید با سختی کشیدن و بدون هیچ پاداشی به راهتان ادامه دهید. شما باید جوایزی هر چند کوچک پیدا کنید که هر ماه، هر هفته یا هر روز به خودتان بدهید. حتی چیزی خیلی کوچک برای قدردانی از خودتان به خاطر چسبیدن به یک رفتار جدید. شاید زمانی برای قدم زدن به خودتان بدهید، در وان حمام لم دهید یا چیزی را فقط برای سرگرمی بخوانید. برای مراحل مهمتر و بزرگتر یک وقت ماساژ برای خودتان رزرو کنید یا در رستورانی که دوست دارید شام بخورید. تغییر سخت است. چیزی وجود دارد که 99% آدم‌های شکست خورده و آدم‌های موفق در آن مشترک هستند. همه آنها از انجام دادن کارهای مشابه نفرت دارند. تفاوت در این است که آدم‌های موفق آن کارها را به هر حال انجام می‌دهند. تغییر سخت است. به همین خاطر است که مردم عادت‌های بدشان را عوض نمی‌کنند و خیلی از آنها ناکام و ناخوش می‌شوند.
به هر حال چیزی که من را درباره این واقعیت بیشتر راغب می‌کند این است که اگر تغییر راحت بود و همه آن را انجام می‌دادند، برای من و شما خیلی سخت‌تر می‌شد که سرتر از دیگران باشیم و آدم‌های فوق‌العاده موفقی شویم. معمولی بودن راحت است. خیلی معمولی بودن چیزی است که شما را از انبوه مردم جدا خواهد کرد. همیشه خوشحال می‌شوم وقتی می‌دانم انجام کاری دشوار است. چرا؟ چون می‌دانم خیلی ها آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین برای من آسان‌تر خواهد بود که جلوه توده مردم گام خواهد بود و گفتم آسان‌تر خواهد بود ادامه‌شو. که جلوی توده مردم گام برمی‌دارم و هدایتشان را به عهده می‌گیرم. من عاشق حرف‌های دکتر مارتین لوترکینگ هستم که عالمانه گفته است معیار شناخت یک انسان موضع او در زمان آسایش و آسودگی نیست، بلکه موضع او در گیرودار چالش هاست. وقتی با وجود دشواری، طاقت فرسایی و مشقت انجام کاری را ادامه می دهید، آن وقت است که بهبود مورد نظرتان را کسب می کنید و در رقابت با دیگران نتایج بهتری به دست می آورید. اگر کاری سخت، پر درد سر یا ملال آور است، خب باشه، فقط انجامش دهید. آنقدر به انجام دادن آن ادامه دهید که جادوی اثر مرکب پاداشی سخاوتمندانه به شما بدهد. صبور باشید. وقتی با موضوع ریشه کن کردن عادتهای بد قدیمی و شروع عادتهای جدید سر و کار دارید، یادتان باشد که صبور باشید. اگر 20 30 یا 40 سال یا بیشتر را صرف تکرار رفتارهایی کرده اید که حالا سر در تغییرشان دارید، باید انتظار داشته باشید مدت زمانی طولانی و تلاش زیادی را صرف کنید تا این نتایج نهایی نمایان شود. مطالعات علمی نشان دادند که الگوهای فکری و رفتاری که بارها تکرار شدند چیزی به نام شیار عصبی ایجاد می‌کنند که مجموعه ای از نورون‌ها و نورون‌های عصبی متصل شده به هم هستند و الگوهای فکری یک عادت خاص را حمل می‌کنند. توجه عادت را تغذیه می‌کند. وقتی توجهمان را متوجه یک عادت می‌کنیم، شیارهای عصبی را فعال می‌کنیم و اندیشه‌ها، آرزوها و کارهای مرتبط با آن عادت را آزاد می‌کنیم. خوشبختانه مغز ما منعطف است. اگر توجه به آن عادت بد را متوقف کنیم، آن شیارها ضعیف می شود. وقتی عادتهای جدیدی را شکل می دهیم، با هر تکرار شیارهای جدید را عمیق‌تر می کنیم تا سرانجام بر شیارهای قبلی غلبه کند. ایجاد عادتهای جدید و شکل دادن شیارهای جدید در مغز کاری زمان بر است. صبور باشید. اگر از مسیرتان منحرف شده اید، به خودتان بیایید. خودتان را سرزنش نکنید و دوباره به مسیر درست برگردید. اشکالی ندارد، همه ما اشتباه میکنیم. فقط دوباره تلاش کنید و استراتژی دیگری را امتحان کنید. تعهد و پایداریتان را تقویت کنید. وقتی به تلاشتان ادامه دهید، نتایج بزرگی میگیرید. حالا که صحبت از نتایج شد، بد نیست بدانید فصل بعد جاییست که ما شروع میکنیم به جدا شدن از بقیه. همون جایی که تکانش بزرگ شکل می گیرد. با همه ی تلاش های منظمی که از اصول سه فصل اول کتاب به کار بسته اید، اینجا جایی است که پاداشتان را می گیرید. پاداشی بزرگ. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه ی گام های عملی. 1. سه مورد از بهترین عادت هایتان را تعیین کنید. همانهایی که از مهمترین هدفتان پشتیبانی می کنند. سه مورد از عادتهای بدتان را تعیین کنید. عادتهایی که شما را از رسیدن به مهمترین هدفتان دور می کنند. سه عادت جدید را تعیین کنید که لازم است پرورش دهید تا شما را در مسیر رسیدن به مهمترین هدفتان قرار دهند. می توانید از پرسشنامه های ارزیابی عادتها در بخش زمینه ها استفاده کنید. 2. انگیزه اصلیتان را تعیین کنید. کشف کنید چه چیزی شما را برای رسیدن به نتایج بزرگ ترغیب می کند و تحریک شده نگه می دارد. می توانید از پرسشنامه های ارزیابی ارزش های اصلی در بخش زمینه ها استفاده کنید.
3. نیروی چرایتان را پیدا کنید. اهدافی دقیق، الزام‌آور و برانگیزاننده برای خودتان تعیین کنید. خب دوستان، این بود بخش عادت‌ها از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی بزرگ. بخشی که داشت از چراها صحبت می‌کرد. می‌گفت هدف زیاد مهم نیست. این مهمه که دلیل اون هدف رو بفهمید. اینکه چرا قراره به اون هدف برسیم و چرا قراره که توی اون هدف موفق باشید. اون چراست که شما رو موفق می‌کنه. امیدوارم که این قسمت از این کتاب تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه برای زندگی بهتر و تبدیل عادتهای بد به عادتهای خوب. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید و بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده کانال خودتون کتاب من هستید. لطفا ما رو به دوستان کتاب خونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید و برامون بنویسید.